Кумакои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сокинони аз офати табии зарардидаи ноҳияи Вахш шаби 14 май ба деҳаи иттифоқи ҷамоати деҳоти бистолагии Тоҷикистон дастрас кардед. Аз ҷониби пешвои миллат барои 20 оила масъулияти сохтмонӣ аз қабили тахта, семент, шифер, арматур ва ҳамчунин маводи хӯрока тақсим карда шуд. Шарҳи мавзу дар гузориши Абдурозиқи Азиз. کارمونی کمک های سروری دولتی توجیکستان محترم امومالی رحمان برای سوکنونی از افتی طبیعی زرردیده نوحیه وخش شبی گذشته بورید نوحیه گردید و این ماشین های پربار بده های اتفاق جماعت دهوت بیستولگی استقلالیت توجیکستان نوحیه وخش رحصی پا شد. واقعاً پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان در هر لحظه و شرایطی برای مردم شریف توجیکستان دشوار و سنگین همواره در اندیشه هر یک فرد وطن بوده برای حفظ سالمی جامعه مخصوصاً ساکنانی از آفتهای طبیعی زرردیده تدبیرهای ضروری و سری وقتی می اندیشند. این ماشین های پربار از مسئله ساختمانی به واسطه از نام سربر دولت توجیکستان برای اویله های آسیب دیده نوحیه وخش همچون کمک برای برقرار کردن منزل های استقامتی خراب گردیده انتقال یافته است. از جانب سربر دولت توجیکستان برای 20 اویله 200 تونه سمنت، 200 کوب تخته، 600 تونه شیفر، 40 تونه ارماتور فرستاده شد. اکنون با استفاده از این کمک و دستگیری های سرور دولت توجیکستان محترم امومالی رحمان نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت قتلان و ناحیه وخش امکان بیشتر دارند که خونه های بر اثر سیل و آبخیزی پور را خراب گردیده را در مهلت های نزدیکترین بنیاد و برقرار نمایند. امروز با ناحیه وخش کمکی پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان مسئله های ساختمانی به مانند شیفر، تخته، سمنت و ارماتور را وارد گردید و ما از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی و از نام تمام مردم شرفمند ناحیه وخش مینداری خیش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امومالی رحمان میرسانیم و وعده میدهیم که خسارات طبیعی که مردم ناحیه وخش دیده است در مهلت های کوتاه‌ترین ما برطرف نموده او خونه‌ای که از این آفت طبیعی خسارات دیده بودند در مهلت های کوتاه‌ترین ساختمان کرده و مردممون می‌سپاریم. همین گونه از روزهای اول رخ دادن حادثه نخوش طبیعی در سه دیهات ناحیه وخش کمک و دستگیری های حکومت جمهوری تاجیکستان برای این ساکنان رسانیده می شود. مردم از آفت طبیعی زرردیده ناحیه وخش برای چنین توجه و قدرشناسی های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان صدقاً از صمیم قلب اظهار تشکر و سپاسگزاری می کنند. رحمت به همه جناب عالی که مثال ما را این خیمه داد، سه محل اوقات همین مون کرد، اینا گلیم آورد داد مون، کرپچه آورد داد مون، هزار رحمت بر جناب عالی. وعده مون کرد که انیق میکنیم خونه و درتونم میتیم. همچنین از جانب کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش با 20 اویله نیازمند مواد خوراکه تأمین کرده شد. کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه وخش به هر یک اویله مواد آذوقه را همچون کمک یک وقتاینه دسترس آنها گردانیدند که در این روزهای مشکل باعث بالیدگی خاطر آنها گردید. در پرتو سیاست غمخورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان امروز کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با کمک و یاری زرردیدگان از آفت طبیعی دهه اتفاق جماعت دهات بیستولگی استقلالیت رسیدیم و ما از ساعت های اول سر زدن آفت طبیعی در بر مردم بودیم و مردم هم اذیت رسانیدن کارهای عملی تازه کردن خانه و کاشانه مردم از لای و گیل جابجا کردن اشیای روزگار آن و امروز باز ما تصمیم گرفتیم که برای خوراکی با خوراکه تامین نمودن زرردیدگان از آفت طبیعی با مبلغ 5000 سومانی مواد خوراکه یعنی کمک رسانیم.
ستود ولایتی در جای حادثه طبیعی شبانه روزی فعالیت کرده کوشش دارند که با جلب تشکیلات اداره های نوحیوی با استفاده از مصالح بیناکاری فرستاده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خانه های خراب گردیده را هر چه زودتر برقرار نمایند. در موضع زیست موقتی تمام نهاد دخلدار کار کرده عادی ترین شرایط بود و باش غیر همیشگی را اینوبت میکنند. از جمله در اینجا خط برق و آب تازه آشامیدنی کشیده شده، راه نیز برای رفت و آمد من بعده تخت و هموار کرده میشود. ستاد دائم عمل کننده با جلسه و گذرانده می شوند و خلاصه خودشان را پیشنهاد می نمایند. خب این زمان اهالی که ضرر دیده است با خوراک گرم تامین می باشند و جای بخف کشانده شده. اکنون طبق دستور حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه حشرهای دستجمعانه تشکیل کرده شده، روستاهای آسیب دیده تازه و آزاده گردانیده می شوند تا ساکنان در روستای گیراگی داشت از 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با منزلهای نو و خوشتر زمانوی تامین گردند.